سلام و وقت بخیر دارم خدمت دانش آموزان عزیز 12 و داوطلبان کنکور 1400. خب دوستان، امروز بعد از بازی دربی که واقعا چسبید، آخرش هم البته با مساوی تموم شد، ما اومدیم برای آزمون 26 دی ماه یه سری نمونه سوال کار کنیم که در واقع مال آزمون سال قبله، با همین در واقع دوره و یادآوری نیم سال اول 12 هست. قضیه از این قراره که وقتی ما سوالات رو کار میکنیم، دیدگاه شما و نگاه شما به سوالات نگاه دقیق تری میشه و تو این فرصت باقی مونده که امروز 22 هست و ما 4 روز در واقع زمان داریم، میتونین با یه دیدگاه خیلی درست و دقیق برین سراغ درس 1 و 2 12. منم سعی کردم سوالای جوندار و توپل بیارم براتون از در واقع آزمونه هایی که مال قلمچی هست، مال گزینه 2 هست، مال مدارس برتر کشور هست، مال گاج هستش و در واقع سنجش، که به نظر من همیشه من سنجش رو توی آزمونه هایی که به صورت دوره‌ای هست و آزمون هایی که به صورت نیم سال و کل سال هستش خیلی قبول دارم. بنابراین سعی کردم که از سنجش هم یه سری سوالات رو انتخاب بکنم. حالا با این مقدمه که خدمتون گفتم، بر اساس فرمت تست کنکور که حتی توی آزمون ها هم رعایت میشه، ما اومدیم 25 تا تست رو از همین آزمون های سال قبل که در واقع مال دی 98 هستش انتخاب کردیم تا بتونیم اون چیزی که مد نظر ماست به شما انتقال بدیم و نحوه پاسخ دادن رو هم به شما یاد بدیم که به امید خدا بتونین گام دقیق تر و چراغ روشن حرکت کنین در واقع. خب دوستان، سوال، البته من سوالات رو متفاوت انتخاب کردم، اگر مینی شما را متفاوته، به خاطر اینکه هر کدوم از اینها رو صد گزینشی از یکی از آزمون ها برداشتم، پس دقت بفرمایید این قضیه رو. سوال 27 که به عنوان سوال اول ترجمه تک عبارتی ما بهش میگیم، یکی از نکات خیلی مهم رو مورد بررسی قرار دادم که باید حواستون جمع باشه، اونم اینه که عبارت، من همیشه اعتقاد به این دارم که فقط یه نگاه به صورت سوال بندازی کافیه، اینو حتما داشته باشیم. ما باید به فعل ها اهمیت بدیم، بر اساس تکنیک فیزم هر جا شما فعل دیدی باید تکلیفشو معلوم کنی. اما شروع این عبارت جالب بود که برای من جلب نظر کرد، اونم علیک ان تصبه هست. بذاری من رنگ قرمز رو انتخاب بکنم که این فکر کنم قرمز باشه اگه اشتباه نکنم و قلمش رو هم درست بکنم. خب علیک ان لا تصبه، علیک بر تو یا بر تو لازم است، باید، اما وقتی به اضافه ان به اضافه لا میشه، نباید هم ترجمه میشه. پس ما میایم بر اساس همین فاکتور ترجمه ها رو چک میکنیم. تو گزینه 1 نوشته نباید، نباید دشنام بدهی. ببینی التزامی منفی، پس من اینجا مینویسم چی؟ التزامی منفی. خب گفتم علیک الله میشه نباید، نباید دشنام بدهی، شایسته است که به مردم، این شایسته است به درد نمیخوره، بر تو لازم است، گفتم دیگه علیکه خودش به معنی بر توست، بر تو لازم است، باید، بر تو لازم است دشنام ندهی، بله کاملا درسته، التزامی منفی هست. اگر به مردم دشنام دهی، پس من فقط با قسمت اول 2 گزینه رو رد کردم، گزینه 2
و گزینه چهار. قبلا هم که کار کردیم خدمتتون گفتم وقتی دو تا گزینه باقی میمونه باید برید تو مقایسه. یعنی چی؟ یعنی من باید این کارو بکنم، یعنی این دوتا رو باید چیکار کنم؟ مقایسه کنم. بر اساس مقایسه باید تفاوت رو هم ببینم. خوب دقت کنید تا اینجا که مشکلی نداره، هر تا مورد تاییدن. ادامه ما اینجا تک تصبر رو داریم. چیه؟ مضارع مجهوله. خوب دقت کن، مضارع چی؟ مجهول. ادامه رو نگاه کن، نوشته زیرا در میان آنها دشمنی به دست می آید. دارم مقایسه می کنم ها. زیرا دشمنی که به دست می آوری. ببینین به دست می آید با به دست می آوری فرق می کنه. به دست می آوری چیه؟ معلومه. به دست می آید مجهوله. بنابراین پاسخ تست ما همین گزینه چیه؟ یکه. میبینی یه همچین تیپ سوال با جی جی با سختار، حواستو جمع کن. میریم سراغ سوال 28. خیلی دقت کنیم. سوال 28 اتفاقا تو کنکور هم بود و به نظر من ارزش اینو داره که این به عنوان اولین سوال مثلا قرار بگیره، چون دو تا نکته در واقع داره. یکی این که وقتی شما شروع الان کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین، خب وقتی شما شروع عبارت کانه رو میبینی، خوب دقت کن چی میگم، وقتی شما شروع عبارت کانه رو میبینی نگاه کن ببین بعد از اون فعلی اومده که در نقش خبر باشه. حالا ما میگیم خبر برای بچه ریاض تجربه شاید خیلی آشنا نباشه. بعد از اون فعلی اومده، ماضی باشه ماضی بعید، مضارع باشه ماضی استمراری. اما که تنهایی بیاد، به تنهایی بیاد، الان اینجا تنها اومده به معنی بوده. خوب دقت کن، اگر در مورد خداوند باشه استه، اینو فراموش نکنی، یا در مورد جریان‌های طبیعت باشه که در جریانه، حالا اونو خیلی قابل درک نیست ولی خیلی در واقع راهنمایی میکنه. اما اگر در مورد شخصی غیر از خداوند باشه اونجا بوده. من میخوام همین رو نگاه کنم. اولی گزینه یک بودند، دومی بودند، خوب دقت کن، سومی هستند، خط میخوره، چهارمی هم بودند. حالا من اینجا چهارمی همه میبینم که واقعش واقعا اینجا هرچی نگاه میکنم همه ای نمیبینم، مثلا کلی جمعی چیزی نمیبینم. پس چهارم به همین بهانه با نگاه کردن در واقع به همین بخش اول ترجمه رد میشه. دوتا گزینه رد شد. خوب دقت کن، دوتا گزینه رد شد. میریم تو چی؟ میریم تو مقایسه. خوب دقت کن، تا اینجا که هر دوتاشون مشکلی ندارن، یعنی مردم یک امت بودن، مردم امت یگانه بودن. ادامه اینجا من در ادامه میبینم پس خداوند پیامبران بشارت دهنده، پیامبران را بشارت دهنده، تفاوت داره. پیامبران بشارت دهنده میشه موصوف و صفت و یک ترکیب وصفیه، اما وقتی من در بالا نگاه میکنم میبینم النبیین که بعد از اون مبشرین اومده، اگر قرار بود در نقش موصوف و صفت بیاد المبشرین باید میشده. پس مبشرین چیه؟ حاله. خب بنابراین این که ترکیب در واقع وصفی هستش خط میخوره. پاسخ دست ما گزینه دوه. دارم فنی جواب میدم، اصولی و استاندارد، حواست جمع باشه. میتونم خیلی سریع بگم ولی میخوام کاملا متوجه بشین، برای من خیلی مهم. میریم سراغ تست 31. البته میگم شماره ها در واقع یه جوری در هم شده، ما اومدیم فقط تستا رو از در واقع آزمون های مختلف انتخاب کردیم که حواستون جمع باشه که فکر نکنیم اون شماره است. تست 31 در واقع یک عبارت کوتاه است اما فنیه، یعنی این ارزش رو داره که ما در موردش صحبت بکنیم. خب بچه ها دقت کنیم، من رنگ رو عوض کنم، قرمزش کنم. خب جمله کوتاه، سمکت و سهم توهب. من همونطور که گفتم به نظر من مثلا فعل همیشه تو اولویت هست، اینکه توهب رو ما اینجا داریم، اگرچه این سمکت و سهم رو اگر نگاه کنیم نوشته ماهی تیرانداز، ماهی تیرانداز، ماهی تیرانداز، ماهی ای که
ماهی تیر انداز است که این ماهی که اضافه است و در واقع با همین قدم اول ما همین سمکت و سهم هم باعث میشه که یه گزینه هست بشه که گزینه سه هست. تو هبو به معنی دوست دارده، دوست دارد رو داریم، تو گزینه دو نداریم، خط میخوره، میمونه دوتا، یعنی این دوتا. میریم تو مقایسه. شکار زنده اش را، شکارش را زنده. خوب دقت کنیم، با هم تفاوت داره. شکار زنده اش را باید ما توی اون عبارت عربی یه ترکیب وصفی اضافی داشته باشیم. خوب دقت کن. اما شکارش را زنده ما باید در عبارت حال داشته باشیم. خیلی تفاوت داره. خوب دقت کنیم. انت اکل فریستها حیتن. اگر ترکیب وصفی اضافی بود باید اینجا یه دونه الف و لام داشت، ولی این الف و لام رو نداره، پس ما اینجا چی داریم؟ حال داریم. قبلا هم به شما گفتم وقتی تو مقایسه میافتی اینها مهم میشن. پس شکار زنده اش را خط میخوره، پاسخ تست ما گزینه 4. حال کنیم که چجوری باید تست رو پاسخ بدیم. خب میریم سراغ تست 28 که از این شکلی که الان اینجا داره مال، اگه اشتباه نکنم، مدارس برتر کشور هست. ببینیم چه تست رو انتخاب کردم. شروع عبارت تک عبارتیه. شروع عبارت با لیته هست. میخوام نگاهتون نسبت به جواب دادن به تستا درست بشه. به محض اینکه لیته رو میبینی یا لعله رو میبینی یا حتی حروف مشبه و بالفعل دیگه رو میبینی، اول از همه ترجمه خودشون مهمه. اینجا نوشته ای کاش کاش، ای کاش کاش. خوب دقت کنیم به من. اگرچه من تست رو انتخاب کردم که در هر چهار تا گزینه ترجمه درست ارائه شده، اما در 90% موارد با همین حرف مشبهتون بالفعل لیته یا لعله یا کأنه، شما معمولا یک و اگر خوششانس باشی دو گزینه رو رد میکنی. این خیلی مهمه. اینجا رد نشد. حالا بریم وارد فاز بعدی میشیم. چی تو ذهن منه؟ میگم اگر من لعیته یا لعله رو ببینم، باید ببینم تو طول جمله فعلی اومده در نقش خبر. اگر این فعل ماضیه چی ترجمه میشه؟ اگر مضارعه چی ترجمه میشه؟ خوب دقت کنیم. لعیته رو ما داریم، یقدرو رو داریم. یقدرو چیه؟ مضارع است. وقتی ترکیب لعیته به اضافه مضارع میشه، این فعل مضارعه باید چی ترجمه بشه؟ التزامی ترجمه بشه. میبینی؟ قدم باید درست برداشته شه. ای کاش یقدر و قادر بودیم. یک خط خورد. ببین چقدر ساده است. کاش بتواند نگه میداریم. ای کاش بتواند نگه میداریم. چرا؟ بخاطر اینکه التزام میاد. کاش میتوانستیم رد میشه. من با فعلی که بعد از لیت اومده و مضارعه و مضارعه التزامی باید باشه دو گزینه رو رد کردم، میرم تو مقایسه. میرم تو مقایسه. خوب دقت کن. تا اینجا که قضیه حل. هنگامی که روزگار سخت به مادرش پناه ببرد، وقتی سختی های روزگار. روزگار سخت، سختی های روزگار. فرق میکنه با هم دیگه. روزگار سخت، سختی های روزگار. میرم بالا. چی دارم؟ صعوبات دهر، سختی های روزگار. دو خط میخوره، پاسخ تست من گزینه 3 هست. و اینجوریه که پاسخ میدی. خوب دقت کن. میریم تست 31. احتمالاً با این فرمتش باید مال قلمچی باشه. خوب دقت کن. تعجب تو کثیراً. میبینی؟ کل جمله رو نمیخونم. همین تعجب تو کثیراً رو که میبینم یه برش میزنم. نیا کنی یه برش زدم. خب. بسیار تعجب کردم. تعجب تو فعل ماضی متکلم وحده هست. بسیار شگفت زده شدم. دوچار تعجب زیادی شدم. دوچار نداری. بسیار تعجب کردم. یه گزینه رد شد. لما رأی تو. وقتی دیدم. وقتی دیدم. هنگامی که دیدم. نتونستم چیز رو رد کنم. سمکت تو
سمکت سهمن. یه ترکیب اضافی نکره هست، حواست جمع میشه. ماهی تیرانداز که آها این که قبلا رد نشده بوده. ماهی تیرانداز معرفه است در حالی که این چیه؟ نکره است. پس گزینه یکم رد میشه. دو تا گزینه باقی مونده، میریم توی مقایسه. ببین به محض اینکه دو گزینه باقی مونده میریم تو مقایسه. تا اینجا وقتی ماهی تیراندازی را دیدم، ماهی تیراندازی را دیدم که قطره‌های آب را پی در پی، قطره‌های آب را بذار رنگش را عوض کنم، قطره‌های آب را پی در پی، قطره‌های پی در پی آب را، قطره‌های پی در پی آب میشه چی؟ آفرین، میشه ترکیب وصفی اضافی. قطره‌های آب را پی در پی میشه در واقع اون پی در پیه میشه حال. من باید دنبال این باشم، خوب دقت کن. قطرات، ببین، قطرات الماء المتتالیه ترکیب وصفی اضافی، قطره‌های آب را پی در پی. خط میخوره. پاسخ تست من گزینه 4 تر و تمیز و شیک با حال. خوب دقت کن. میریم سراغ تست 32. ببینیم تست 32 چی داره برای گفتن. همین اولش ما علاتو شاهدو رو میبینیم. ای که بر سرش اومده ای استفهامه، آیا 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 آیا. لاتو شاهدو میشه مضارع منفی، خوب دقت کن، میشه چی؟ مضارع منفی. نمیبینی؟ نمیبینی؟ ببینی؟ ببینی؟ سه خط میخوره. نمیبینی نگه میدارم. هر وقت شما در عبارت با یه رنگ دیگه باید مشخص میکنم، اخا قاسم صغیر، ببین اخا قاسم الصغیر، این ترکیب ترکیب وصفی اضافیه، ترکیب وصفی اضافی که در ترجمه اول صفت بعد مضاف الیه میاد. خوب دقت کنیم، خوب دقت کنیم، با رنگ سبز براتون مشخص میکنم. برادر قاسم را خط میخوره. برادر کوچک قاسم را نگه میدارم. برادر قاسم را، ای جانم، تا اینجا ادامه هم دیگه پیدا نکرد که برسیم به جمله حالیه، تا همینجا کات شد و به جواب رسیدیم. اینجوری باید عمل کنیم، تو زمان صرف جویی کنیم بچه ها، خیلی مهمه. وقتی با تکنیک وارد میشی، وقتی بر اساس تکنیک فیضم وارد میشی که فعل رو میبینی، اگر فرض کن اسم جمع ببینی، اسم جمع رو در نظر میگیری، اگر ضمیر ببینی، اگر این ترکیب وصفی اضافی که خیلی خیلی مهمه رو ببینی، حتما باید تکلیفش رو معلوم کنی، خیلی مهمه. بعد از تستای تک عبارتی که در واقع یک روتینه، وارد تستای 4 عبارتی میریم که معمولا یکی عین الصحیحه یکی عین الخطأ، ولی وحی منزل نیستا، وحی منزل نیست، میتونه هر دوتا صحیح باشه یا هر دوتا خطا باشه، ولی 99% این خوشگلیش رو حفظ میکنن، سعی میکنن که یکی عین الصحیح باشه یکی عین الخطأ. یکی عین الصحیحه، خوب دقت کن، وقتی عین الصحیح میگه یعنی 3 از در واقع گزینه ها توشون غلط وجود داره. همون تکنیک فیضمه اونجا هم هست، حواس جمع باشه. یعنی چی؟ یعنی 100% توی جمله فعلی داریم که بعد ترجمه شده، ضمیری داریم که نیومده یا اومده و جاش در واقع نبوده، اسم جمعی داریم که مفرد ترجمه شده برعکسش، درسته، معرفه نکره‌ای بالاخره درست ترجمه نشده، امثال این هاست دیگه. خوب باید دقت کنی. از متفرقه هم داریم. خب این 4 خیلی مهمه. گزینه 1 رو نگاه میکنیم، نوشته جا از صدیق لی به. من هر وقت جا به رو ببینم، جا رو به رو ببینم، یاد اون میفتم که اگر حرف جر به بعد از جا بیاد
ما در ترجمه باید آورد داشته باشیم. خوب دقت کن. دوستم با ماشینش به سوی من آمد، در حالی که باید بشه ماشینش را آورد. پس گزینه یک چی میشه؟ رد میشه. خب علم تر اولای که علم ترو، آیا ندیدید؟ خب اولای که، اولای که اسم اشاره جمعیه که بر سر اسم الدار اومده. وقتی این اتفاق بیفته ما در هر صورت مفرد ترجمهش میکنیم، میشه آن، آن کشاورزان، مشکل نداره. و هم یجمعون جمله حالیه هستش که خبرش فعل مضارع هست. خبرش چیه؟ فعل مضارع هستش. حواستو جمع کن. خب این فعل مضارع لم ترو، لم بر سر فعل مضارع که میاد میشه ماضی ساده منفی یا ماضی نقلی منفی. پس من این ترکیب رو دارم، خوب دقت کن. من ترکیب ماضی در واقع اسم معرفه که در نقش صاحب حاله به اضافه فعل مضارع رو دارم. فعل مضارع باید چی ترجمه شه؟ ماضی استمراری. خوب دقت کن چه اتفاقی افتاده. آیا این کشاورزان در حالی که محصول را جمع می کنند، جمع می کردند، دیدی؟ دو هم خط می خوره. حواستو جمع کن. تلک جراره، آن تراکتوریست. بله اسم نکره و در نقش خبر باید اصل در آخرش بیاد. آن تراکتوریست. قد اتلت، قد بر سر فعل ماضی، ماضی مجهول هم هست، ماضی نقلی مجهول میشه، که خراب شده است. و لا رجاءه، لای نفع جنس بر سر اسم هیچ نیست و هیچ امیدی به تعمیرش نیست. پاسخ تست ما همین گزینه 3 هست. ببینیم 4 ایرادش چیه، داریم یاد میگیریم دیگه. اتصل به مضارع هست، متکلم وحده. خب تماس گرفت، تماس میگیرمه، 4 رد میشه. میبینی اینجوری پاسخ میدن. حالا ما تو آموزشیم، میخوایم در واقع ذهن شما آماده بشه که چجوری باید با 4 عبارتی برخورد کنیم. بچه از 4 عبارتی ها نترسین. چرا؟ به اعتقاد من کسی که 4 عبارتی رو پاسخ میده 100% جوابش درسته. یعنی فقط در یک صورت تو به نتیجه میرسی، چون در تک عبارتی ها با یک گزینه در 4، با یک عبارت در 4 گزینه بازی میکنه طراح سوال. اما در 4 عبارتی ها یک جمله داریم و یک ترجمه، تکلیفش معلومه یا درسته یا غلطه. اینجوری کارتون خیلی آسان تره. حواستون رو جمع کنین. تمام دانش آموزای من بدون استثنا 4 عبارتی ها رو پاسخ میدن، چون از بس من بهشون میگم و کار میکنم روشون، به مرور زمان میبینید که این 4 عبارتی چقدر ساده است، چقدر راحته. حواستو جمع کن. خب بذار ما یه خورده این قلمه رو جوندارش کنیم. عین الخطأ، خطا رو مشخص کن. بچه ها میخوام مستقیم برم سراغ خطا. ببینید یه نگاه میندازم. لا ینقذکم، لا ینقذ میشه فعل مضارع منفی، کم میشه مفعول، احد میشه فاعل. چی نوشته؟ امروز هیچ نجات دهنده ای ندارید. در حالی اینجوریه، امروز کسی شما را نجات نمیدهد. این در نقش فاعله. هیچ کسی شما را نجات نمیدهد. پاسخ تست من گزینه 2 هست و بقیه درستن. دیگه هم به روی خودمون نمیاریم. خب فارسی و عربی، میدونین که بچه ها تو کتاب درسی شما هیچ اشاره‌ای در هیچ تمرینی به فارسی و عربی نشده. واقعش واقعا فارسی و عربی توی کنکور ریاضی و تجربی و زبان و هنر در حد دانشه. یعنی چی؟ یعنی یک عبارتی رو، یک حدیثی رو از توی کتاب که عربیش بوده گفته ترجمه کنید، ترجمهش انجام شده و مطمئنن که این ترجمه فیکسه،
حتما وجود داره، میان ترجمه ها رو میدم و اون عبارت عربی رو در 4 گزینه باهاش بازی میکنن. پس حواست جمع باشه. ما به اینا میگیم دانش. اما اختصاصی ها برای بچه های انسانی دارم میگم، تو اون دفترچه اختصاصی اونجا دیگه دانش نیست، کاربرد. یعنی میان جمله رو دست میبره طراح سوال و یه تغییری درش ایجاد میکنه. توی آزمون ها این تغییر ایجاد میشه. به هر حال آزمون ها میخواد یه خورده دانش آموز بیشتر به چالش بکشه و احتمال میده که شاید توی کنکور امسال این داستان تغییر کنه. بس حواستون رو جمع کنید. خب این هم همون تکنیک فایزم هست. یعنی ما اگر فعل ببینیم، فعل رو باید در نظر بگیریم. اگر اسم ببینیم، اسم رو باید در نظر بگیریم. اگر ضمیر ببینیم، ضمیر رو باید در نظر بگیریم. الان مادرم، امی والدتی. همه میشه مادر. نتوانست، وقتی میگم نتوانست، هم میتونه ما به اضافه فعل ماضی بشه، هم میتونه لم به اضافه فعل مضارع بشه. خوب دقت کنید. مستطاعت، لم تستطع، کاملا درسته. مستطاعت درسته. کانت لا تستطیع، و ماضی استمراری منفی 4 خط خورد. خوب دقت کن. از کو بالا برود، خوب دقت کن. من باید یا ان به اضافه فعل مضارع داشته باشم یا باید مستعی داشته باشم، چون بعد از استطاع مستر که بیاد میتونه به صورت مضارع التزامی، یکی از استثناءاتی هستش که حتما باید حواستون جمع، واسه همین انتخاب کردم. بعد از استطاع اگر مستر بیاد، این مستر میتونه به صورت مضارع التزامی ترجمه بشه، واسه حواستون جمع کنیم. مستطاع از صعود الجبل، ببینید از صعوده، صعود میشه مستر، بالا برود چه چیزی را، کوه را، از کوه بالا برود، مشکلی نداره. لم تستطع ان تصعد، بازم همینه، ان بر سر فعل مضارع اومده، کوه بالا برود. ان تذهب که برود، دیگه چیزی دیگه نداریم، پس سه هم خط میخوره. ما دو تا گزینه روبروی هم دیگه داریم، میگیم تو مقایسه لان رجل ها ان الرجل کانت تعلمها، خیلی تفاوت داره، خیلی زیاد. البته توی تست کنکور هم به همین صورته، خیلی تابلوتر از این هاست. شما تست کنکور رو ببینید. خب ما اینجا پایش داریم، خب این رجله ها درسته، رج غلطه. تازه درد میکرد هم ماضی استمراری کانت تعلمو درسته و تعلمو غلطه، خط میخوره. پاسخ تست ما گزینه 1. خب دوستان من، بعد از این تست تک عبارتی فارسی به عربی، نوبت به درک مطلب میرسه. حواستون رو جمع کنید. درک مطلب رو اول بخونید. به اعتقاد من الان دیگه درک مطلب ها طوری شده که شما نمیتونید بیای سراغ سوال و بعد بری سراغ درک مطلب. این کار رو انجام ندین بچه ها. درک مطلب ها یه خورده مفهومی تر شدن، یه خورده فنی تر شدن. برین درک بکنیم. اسمش همراشه. قرار نیست فقط ترجمه کنیم. درک مفهوم انجام بدیم، ولی با این حال قلم دستتون باشه و چیزهای مهم، پارتهای مهم، عددی اگر باشه، زمانی اگر باشه، بیشتر کمتری اگر باشه، اینا که دارم میگم خیلی مهمه، اینا رو همه رو زیرشون خط بکشین، اینا خیلی مهمن، حواستون رو جمع کنید. خب جامعه نیاز دارد به جمیع مهن. ببین میگه جامعه، بذار من رنگ قرمز رو انتخاب کنم. جامعه به همه شغل ها نیاز داره. خب ممکنه مثلا توی یکی از گزینه‌ها باشه که جامعه به همه شغل ها نیاز نداره. ببینید، پس باید من یه خطی زیرش بکشم که حواسم بهش باشه. شغل برای هر فردی از افراد جامعه از مهمترین کارها در زندگی شمرده می شود. بله، از مهمترین امور دیگه، شغل از مهمترین اموره. پس حواسمون جمع باشه. هرچه این در واقع این شغله با توانایی های شخص و امکاناتش مناسب تر باشه بیشتر موفق میشه. پس تناسب بین شخص و شغل بر اساس توانایی هاش مهمه. اینا حواستو جمع کن. ولیکن لا یعنی هازا ان کل مرء یعمل بما یشتاق الیوم، ولی این به این معنی نیستش که امروز هر شخصی به آنچه که اشتیاق داره، مشتاقش، مشغول کاره. پس ما اینجوری داریم،
لزوماً همه افراد اون کاری رو که دوست ندارن ندارن، یعنی در واقع ممکنه کاری داشته باشن که خیلی هم بهش علاقه ندارن. خب اینو باید داشته باشیم. لأن کثیر من الناس، زیرا بسیاری از مردم محرومند از آنچه که شایسته نسبت به آن، به خاطر، ببینید چرا محرومند؟ به خاطر کمی امکانات، یعنی شرایط در واقع، و اجبار و اضطرار به انجام آنچه که به آن مشتاق نیستن. ممکنه خیلی ها از روی اجبار یک کاری رو انجام بدن ولی اشتیاق ندارن، ولی به هر حال نیاز داره دیگه، حالا نیاز مالی داره، حالا هر چیزی، مجبوری که اون کار رو انجام بدین. دارم درک میکنم، صرفا فقط ترجمه صرف انجام نمیدم. فناجه فی مهنه، میگه شخص موفق در یک شغل کسی است که خودش را میشناسه، یعنی خودشناسی داره، حواست جمع باشه، و یقوم به بالاستفادت من از ظروف مشتهدن. آها این جالبه. و با تلاش به استفاده از شرایط میپردازد. ببینید لزوما ممکنه من یک به شغلی علاقه نداشته باشم، ولی سعی میکنم که با توجه به این شرایطی که وجود داره خودم رو دقیق تر بشناسم و با تلاش استفاده کنم از اون در واقع شرایطی که برای من مهیا شده. و لیست الجامعه، یه دفعه یه تغییر فاز داده اصلا کلن، میگه و دانشگاه، جامعه با مجتمع فرق میکنه، مجتمع میشه جامعه، جامعه میشه دانشگاه، اینا رو در نظر داشته باشیم. و جامعه یا همون دانشگاه تنها راه برای یادگیری شغل ها نیست. این خیلی مهمه، تنها راه برای یادگیری شغل ها نیست دانشگاه رفتن، رو حواست رو جمع کن. پس به عنوان مثال یاد میکنیم مردی که مثلا داره یه مثال میزنه، مردی که تعمیرکار خیلی ماهری برای ماشین هاست، تعمیرکار ماهری توی ماشین ها، و یاد گرفته این رو از طریق تجربه. همین شاگرد مکانیکی که در واقع میرن توی مکانیکی و اونجا کار رو یاد میگیرن میشه تعمیرکار دیگه، درسته؟ تعمیرکار تجربی میشه که بعدا بهشون میگن مهندس. حواستون رو جمع کن. و هو ناجون، در حالی که این را از طریق تجربه دست آورده، با میگه در حالی که در کارش موفقه، بدون این که در دانشگاه درس خونده باشه، مطالعه کرده باشه. پس من الان یک درک مفهومی از این متنی که من داده شده دارم، حالا میگم سراغ چی؟ سراغ تستاش. حواستو جمع. خب بچه ها، با توجه به درک مفهومی که الان ما داریم، میایم سوالات مربوط به درک متن رو، درک مفهوم متن رو پاسخ میدیم که 4 سواله. حواستون رو جمع کنید. اگر احیانا زمان ندارید میتونید حتی متن رو هم نخونید، این 4 سوال رو هم فعلا پاسخ ندید، اول برید سراغ علل و تحلیل صرفی، چون اون دیگه نیاز به متن خوندن نداره. اول سوالات علل و تحلیل صرفی رو پاسخ بدیم، بعد برید سراغ قواعد. تموم که شد، دیدی وقت داری، اون وقت بیا سراغ 4 سوال مربوط به درک مفهوم یا همون درک متن، اینو فراموش نکنیم. خب عین صحیح علی حسب نص، صحیح رو بر حسب متن مشخص کن. نمیشه این نمت طریق لتعلم المیان جامعت، میگه در واقع تنها راه یادگیری شغل ها دانشگاه است، در حالی که اونجا اینجوری نگفته، کاملا در واقع یک اعتدالی رو رعایت کرده. پس 1 صحیح نیستش. لا یمکن ان یصبح، ممکن نیست مردی تعمیرکار ماهری بشه جز اینکه در خارج از دانشگاه باشه، اینجوری هم تایید نکرده. میگه اگر یه نفر در بیرون از دانشگاه هم باشه میتونه مرده موفقی بشه، اینکه حتما باید در بیرون از دانشگاه باشه به نظر من بی‌معنیه. پس 2 هم خط میخوره. مهمترین امور در زندگی مردم شغله. خوب دقت کنین، نگفته مهمترین امور، یا که مهمترین با من اهمه، از مهمترین یعنی از یکی از مهمترین، خیلی تفاوت داره.
در واقع یک سوال خیلی خیلی فنیه. پس اینم خط میخوره به تب. پاسخ دست ما گزینه 4 که چی میگه؟ میگه شرایط در چگونگی یاد دادن و یاد گرفتن تأثیر میگذارد، که پاسخ تست ما همین گزینه 4. میریم سراغ تست 37. خیلی دقت کنیم. میگه شخص موفق در یک شغل کسی است خطا رو میخواد. لایتد نفسه او فی مکان والد تعلم. خودش رو در یک مکان برای یادگیری محدود نکنه. معقوله. میگه 2. یستفید من الامکانیات به جهد الکثیر. از امکانیات، از شرایط با تلاش زیاد استفاده کنه. بله اون تو متن بودش. یشتاق و به کل ما یواجه و فی طریق. آها اینجا گفته که هر آنچه که در راه با آن مواجه می شود بهش اشتیاق نشون بده. اینجوری نگفته، گفته که اگر یک شغلی رو انتخاب کرده با اشتیاق تلاش کنه که اون رو بهتر بکنه، نه اینکه هر چی تو را دیده انتخاب کنه با اشتیاق. پس پاسخ تست من همین گزینه 3 هست. 4 میگه که خودشو بشناسه و کاراشو بهتر بکنه که خوبه در زندگی دیگه. درسته؟ 38 تست جالبیه. میگه کلمت و هازا در فی نهایت نست و شیر علیها. یک کلمه هازا در پایان متن، این پایان متن رو بیارم، پایان متن. خب این کلمه هازا اشاره به چی داره؟ خب ما قبلا خوندیم دیگه، گفته این رو از طریق تجربه آموخته دیگه، در حالی که این رو منظور این تعمیر خودروها رو از طریق تجربه یاد گرفته. حالا میریم ببینیم که کدوم یکی میشه در واقع. خب نوشته که رجلن که اصلا غلطه، طریق غلطه، مثلا غلطه، تصدیح سیارات. منظور این تعمیر خودروها رو میگه که از راه تجربه آموخته. خب دقت کنید، عنوانی که مناسب متن نیست. ما با توجه به اون مفهومی که داریم الان تو ذهنمونه که چه عنوانهایی براش مناسبه. نوشته نجاح فی المهنه، موفقیت در شغل. بله راهاشو گفته چیکار باید بکنیم. اهمیت محاولت در تعلم، اهمیت تلاش در یادگیری. بله اشاره کرده، خوبه. الجامعه لیس طریقا وحیدتا للتعلم. میگه دانشگاه تنها راه برای یادگیری نیست. بله کاملا درسته. بعد چهارمیه پاسخ دست ماست، کمی امکانات یا زیادی آنها. نه این به عنوان موضوع مطلب نبوده. موضوع مطلب اینه که آدم چجوری میتونه از شرایط استفاده بکنه و چه راههایی داره، چقدر باید تلاش بکنه و راههای موفق در شغل رو میخواد بگه، نه اینکه کمی امکان یا در واقع زیادیشو میخواد بگه. پس پاسخ تست ما گزینه 4 هست. یعرفو. یه نکته جالب به شما در مورد عربت تعلیل صرفی بهتون بگم. قبل از اینکه اصلا به متن مراجعه کنین، اول برین تو مقایسه. اگه به نتیجه نرسیدی برو تو متن. اینو حواست جمع. واسه همین گفتم اول برو سراغ چی؟ عربت تعلیل صرفی. اگر زمان کم آوردی، اگر در واقع میخوای بهینه از وقتت استفاده کنی، میتونی اول عربت تعلیل صرفی رو پاسخ بدی. اینو فراموش نکنی. خب من میرم تو مقایسه. اصلا هنوز متن رو ندیدم، اصلا نمیخوام نگاه کنم. ولی اگر زمانی که دارم متن میخونم به تبع کلمات دقت میکنم، ببینم چه اتفاقی افتاده، در چه موقعیتی هستم. خب من نگاه میکنم. خوب دقت کنین. مزید ثلاثی، مجرد ثلاثی. نمیتونه که یه دونه فعلی که یعرفو هست و تابلوی که مجرده هم مزید باشه هم مجرد باشه. پس گزینه 1 رد میشه. این چقدر سریه. خوب دقت کنیم. بعد نوشته که اینجا جالبه، نوشته للغائب للمخاطب. یعنی باید معلوم بشه که بالاخره این یا للغائبه مفرد مذکر غائبه یا للمخاطبه مفرد مذکر مخاطبه. خب بهتر این للغائبه. پس گزینه 4 هم رد میشه. میمونه گزینه 2 و 3. ببینیم چیا دارن. آها مجهول یا معلوم. خب یعرفو تابلوه که چیه؟ معلومه. پس مجهولم خط میخوره. پاسخ تست ما گزینه 3 هست. ببین بدون این که به متن نگاه بکنم. حتی این سوال به نظر من میتونست خیلی با کیفیت تر از اینها تر بشه. یه خورده زیادی تو بخش عربت تر صرفی فقط اومده تو مقایسه قرار داده. اگر من بخوام تر بکنم یه خورده پیچیده‌تر ترش میکنم. حواستون رو جمع کنید. خب
شما به خصوص توی کتاب میکروتوابندی که در واقع ما اومدیم این تست های عربت ترسبی رو تر کردیم، سعی کردیم که کمترین کنتاکت رو گزینه ها با هم دیگه داشته باشن که دانش آموز به چالش کشیده بشه. اگرچه بازم یه وقتایی یه کاری میکنیم که خود تو کنکور هم تو ذهنشون باشه که باید برن تو کار مقایسه، حواستون رو جمع کنیم. کنکور هم به همین صورت بین تو مقایسه حداقل دو گزینه رو رد میکنیم. تعلمه رو داریم، خوب دقت کنین، تعلمه رو داریم نه تعلم رو، تعلمه اداره اداره تشدیدم داره. خب ماضی مضارع ببین، یا ماضی یا مضارع است که از این دوال که خارج نی، پس ماضیه دو خط میخوره. خیلی جالبه، خیلی جالبه، اینقدر اینجا تابلو بر ببین نوشته لیل غائب، لیل مخاطب، لیل مخاطبت، یکی اینا باید درست باشه. نمیتونه للغائب باشه، للمخاطب هم باشه، نمیتونه للمخاطب باشه، للمخاطب هم باشه. پس تکلیفش رو بیان کنیم، تعلمه تابلوئه که نه للمخاطب نه للمخاطبته. پس پاسخ دست ما گزینه یک. چقدر ساده است جواب دادن به سوالات علو و تعلیل صرفی تو کنکورم به همین هلوییه، به همین شیرینیه. خیلی ساده است، نترسین. تمام بچه های من بدون استثناء 12% مربوط به علو و تعلیل صرفی رو توی عمومی میگیرند، شک نداشته باش. حواستو جمع کن. ناجهان اسمه. خوب دقت کنین، خوب دقت ببینید مقایسه هاشون چجوریه. اینجا نوشته جمع مکسر مفرد، یا جمع یا مفرد دیگه، این دوال که خارج نیست، درسته. تابلوی که جمع مکسر نیست پس یک خط میخواد. خب بریم 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 بریم، حواستو جمع کن. خب نوشته اسم مصدر ماضی، اسم فاعل مصدر. خوب دقت کن، اسم فاعل مصدر، نمیتونه اسم فاعل هم باشه مصدر هم باشه، دو تا با هم دیگه جمع نمیشه. خب ناجه اسم فاعل، پس چهارم خط میخوره. خوب دقت کنیم. او خبر مبتدا، اینجا باید مراجعه کنی به متن. اگرچه تو موقع متن خوندن میتونی حواست رو جمع کنی، سریع همونجا نقشش رو بفهمی. میریم تو متن، خوب دقت کنیم، خوب دقت کنیم. خب ناجه خبر، جواب پیدا کردم. خوب دقت کن، این مبتدا، خط میخوره، پاسخ دست من گزینه یه دوه، به همین راحتی. خب ما تستای حب به درک مفهوم متن رو و علاوه تل صرفی رو تموم کردیم، وارد فاز در واقع ضبط حرکات میشیم که سال 98 جزء سوالاتی بود که تو گروه اقرار نس بود، 99 اومد توی قواعد، اگرچه برای خودش ساز جدا میزنه ولی به هر حال مربوط به قواعد میشه، درسته؟ یه چیز جالب در مورد ضبط حرکات بهتون بگم بچه ها که حال کنین. یه 3-4 درسن که درگیر ضبط حرکاتن. اولی که مربوط به فعله، فعلای ثلاثی مزید، وزنشون تو ماضی، مضارع، حرکاتی که بالا پایین، تو میانشون بیشتر میخوره، حرکات میانیش مانور میده. درس 3 و 4 عربی 10 ثلاثی مزیدی که رفته تو فعل ماضی، رفته تو فعل مضارع، رفته تو مصدر و حرکاتش بر اساس اون وزن درست نیومده. این یه مطلب. مطلب بعدی که جالبه و بیشتر این درگیری رو داره مربوط به درس 8 عربی 10 و درس 1 عربی 11 که این برای بچه های انسانی 1 و 2 11 میشه. حواستون جمع. اسم فاعلی که مثلا فرض کن بر وزن فاعل باید باشه، باید حرکتش بالا اومده یا نه ثلاثی مزیده، به جای این که حرکات دقیق باشه مثلا اسم فاعل موعه باشه، مثلا موعه شده. این هم یکی از مواردی که باید حواس جمع باشه. اسم تفضیل و همسانه. مطلب بعدی که یه فنی تر میشه تو بحث مجهوله، اینو حواستون رو جمع کنید. تو بحث مجهول هم باید حواست جمع باشه که آیا این جمله نیاز به مجهول داره یا نداره. بعد یه نشونه هایی میذارن که تابلو میشه که مثلا اینجا نیاز به مجهول داره یا نیاز به مجهول نداره. اینو مواردی که تابلوه. پس زوم کنین روی وزن فعل ها و حرکات میانی در واقع فعل ها و همینطور حرکات میانی مربوط به اسم فاعل و اسم مفعول و اسم مؤلفه و امثال اینها. یه خوردن بخواد فنی تر بشه بر اساس
تلفظایی که ما توی زبان فارسی داریم از کلمات عربی که اشتباهی میشه، مثلا برفرض شما میگیم مساعدت در حالی که عربی بگیم مساعدت. این حرکات هم حواستون جمع باشه. بعد روی جمع ها هم همینطور، تو جمع ها مثلا برفرض مثال ما برفرض مثال تجارب تجارب، ببینی تجربه تجربت، اینا مثلا چیزایی که باید حواسمون بهش باشه. اینجا نگاه میکنیم، شاید خیلی در واقع واضح نباشه، ولی اینجا نوشته ان ظالمین. ظالمین اسم فاعله و باید بشه چی؟ از ظالمین. خب یعنی ا باید بگیره، حواستو جمع. پس پاسخ تست من این گزینه یکی. یه نکته جالبی که من اینجا دیدم و برای من خیلی جالب بود، فنی بود، این لکن نه هست، تشدید داره. میبینی حرف مشبه بالفعل، حرفای مشبه بالفعل حواستون رو جمع کنیم، باید بعدش اسم یا ضمیر بیاد، اینجا بعدش فعل اومده، پس در واقع این باید لکن باشه که معنی ولی اما. خب این لکن باید باشه. این از نظر فنی ارزش اینو داشت که من اینو به عنوان سوال انتخاب بکنم، بیشتر به خاطر همین لکن نه است، و اونم که تابلوه توی کنکورم به همین صورت به همین سادگی سوال میاد. سوال بعدی که توی قواعد انتخاب کردم، خطا بر حسب معنا و مفهومه. البته من در واقع سعی میکردم که یک واژگان انتخاب بکنم، ولی توی تستای 98 که مربوط به قلمچی و گاج و گزینه دو و در واقع آزمونه مدرسه برتر اینا بوده ندیدم، واسه همین اومدم یه معنا مفهوم انتخاب کردم. جالبه در نهای خودش یه حالت پرسش و پاسخ داره، یا مثلا فرض کن شرایطی که تو جمله وجود داره، میگه حذر از سویا فی قاعت المطار لکن نه، ولی راهنما میگه گردشگران در سالن حاضر شدن ولی راهنما حاضر نشد، که این لکن نه در جایگاه درستی قرار گرفته بحث معنا و مفهوم، که رفع ابهام از جمله قبل میکنه یا تکمیل جمله ما قبل میکنه. تمنا مضارع، در واقع کشاورز آرزو کرد که باران بسیار ببارد. خب ما اینجا حرف انه رو داریم که وسط عبارت اومده، به نوعی جمله هم جمله منسجمی از نظر معنا و مفهوم، که انه به عنوان حرف ربط بین دو تا جمله اومده. سومی پرسش پاسخ خیلی جالبه، میشه لماز و یبکیت طفل. اینو توی قواعد درس یک عربی 12 اونجا در مورد یه دونه لعنه صحبت کرده که خیلی جالبه. وقتی شما لمازا رو داری، الان اینجا نوشته چرا طفل گریه میکند، چرا طفل میگرید، میگه که انهو جاین گویی گرسنه است، در حالی که باید بگه زیرا لعنهو، زیرا او گرسنه است. پس جواب لمازا ل یا لعنه هست، اینو داشته باشین که فراموش نکنین. پاسخ تست ما همین گزینه 3 هست که از نظر معنا و مفهوم جالب نیست. اینجا چون قاله اومده ان رو آورده که هیچ مشکلی هم نداره. خب میریم سراغ تست بعدی از بخش قواعد. میگه ای مجال رفع ابهام. ببینید خیلی جالبه، خیلی جالبه، وقتی شما یه سری از صورت تست ها رو میخونی قبل از اینکه بری سراغ گزینه ها، جواب اینجاست. واسه همین من میگم فهم و سوال نصف الجواب. حالا اینجا میگم فهم و سوال جواب کامل دیگه، درسته؟ پس حواسمون جمع باشه، یعنی جواب کامل رو ما اینجا داریم. وقتی من میگم رفع ابهام، من دنبال لکن نباید بگردم، پس نگاه میکنم اولی نداره، دومی ان نداره، سومی لکن نداره، همیشه وسخ تست، و چهارمی هم لعله داره. ببین به همین سادگیه. پس کاربرد حروف مشبهتون بالفعل رو یه نگاهی بهش بندازین. اگرم کتاب ما رو دارین حتما سراغ بخش در واقع قواعدش برین، خیلی خوشی رو تر و تمیز اونجا من براتون آوردم تو کتاب میکروتربندی گاج عربی جامع. البته خب اینجا یه جای خالی اومده که در واقع یه تکمیل عبارت هست که صحیح رو برای جای خالی میخواه، عین المناسب للفراغین، دوتا جای خالی داده. خب من نگاه میکنم ساختار جمله ما میگه که چه اتفاق باید بیفته. اینجا ما لعیته رو داریم، ادامه به هازی استمه که علمو، پس علمو که جمعه، موجبت غلطه. خب موجبین نگر میدارم. علمو نقطشین ان لکن ان ان، خوب دقت کن، این که قبلا خط خورده بوده.
خب به تبعتی وسط عبارت برای ربط بخواد بیاد، ما اینه رو خط میزنیم، لاکنه رو خط میزنیم و پاسخ تست ما گزینه 2 هست. ببینیم به همین سادگیه، خیلی دقت کنیم. میگه ای کاش شیفتگان این ماهی میدانستن که تغذیه آن براشون بسیار بسیار سخته. که اینجا رو باید داشته باشیم. خب ایلا نافیتا للجنس، که یکی از سوالات خیلی خیلی مهمه در واقع فردا شما میتونه باشه، اینه که وقتی شما میخواید لا نافی جنس رو تشخیص بدین، که مستقیما گفته لا نافیتا للجنس، در مقابل لا نفی قرار میگیره، لا نهی قرار میگیره که بر اساس فعلا، پس من نگاه میکنم اونها رو حتما رد میکنم و یه لا عطف داریم، لا جواب داریم. اینا چیزایی که کمتر بچه ها باش در کار داشتن، ولی به هر حال توی تستای کنکور میاد و فردا هم احتمال اومدنش وجود داره. پس من یه نگاهی بهش میندازم، من دنبال یه لای میگردم که بر سر یک اسم نکره بیاد، اینو فراموش نمیکنم. لا تعلمون بر سر فعل اومده، لا بر سر اسم الدار اومده، لا بر سر فعل اومده و اینجا لا تقدم بر سر اسم نکره اومده و پاسخ تست ما گزینه 3 هست. میریم سراغ تست بعدی. ای ما یؤکد جملتن مشتملا علی الحال، جمله‌ای که مشتمل بر حال باشه. آنچه که تأکید میکند. ببینید بایتیر یه تست ترکیبیه، درس 1 و 2 رو با هم دیگه ترکیب کرده، واسه همین انتخابش کردم. خیلی چیز جالبیه، خیلی تست جالبیه، خوشم اومد ازش. میگه آنچه که تاکید میکند، جمله‌ای که مشتمل بر حاله. یعنی من وقتی میگم تاکید میکنم به درس 1 مراجعه میکنم، صحبت انه هست. پس من جمله نگاه میکنم، اولی نداره، دومی داره، سومی نداره، چهارمی هم داره. خب حالا ببینم حال تو کدوم یکیشونه. نگاه میکنم توی 2 حال نداریم، توی 4 حال داریم و پاسخ تست ماست. البته من گزینه 3 رو خیلی نمیپسندم، به خاطر اینکه این نوشته تو اکدو، خود فعل تو اکدو رو آورده، در این حال هم حال آورده. من اگر باشم حتی یه خورده خوشم نیومد، ولی خب چون صورت تستم برام خیلی خیلی باحال بود، واسه همین این انتخاب کردم. گفتم شاید فردا بچه هایی که مثلا فرض کن با آزمون های قلمچی و همسال اینها دارن، بتونن یه همچین تستی رو پاسخ بدن. خب 49 و 50 که در واقع اختتامیه ماست، 40 رو میگه عین الحال مختلفتن. خب ما یا حال اسم نکره داریم یا حال جمله اسمیه داریم. خب در سطح در واقع شما دیگه، حال جمله اسمیه و میشه ضمیر میشه، حالا به اضافه چیز دیگه. من نگاه میکنم وحیت و وسط عبارت وح و وحیه وهم، البته قبل اون ویرگول نباشه، این ویرگول هم داستانی شده. خب بعد اینجا و داریم که نداریم در واقع، وح و وهم که همشون میشن حال جمله، و اینجا مظلومین رو داریم که حال اسم نکره هست. پاسخ تست ما گزینه 2 هست. و آخری ای ما یدل علی الماضی الاستمراری، از سوالات مورد علاقه خودمه. یعنی چی؟ یعنی اینکه من میام معمولا تستا رو ترکیب میکنم، چند تا درسی که یه همچین فرمتی دارن و میتونن در خودشون معادل ماضی استمراری داشته باشن رو میارم. حالا یکیش ممکنه باشه، بقیه مثلا برن تو ماضی بعید، مثلا ماضی نقلی و و و امثال اینها بازی کنیم باشون، مضارع التزامی. اینجا دنبال ماضی استمراری باید بگردیم. خب به طبعی که از اونها اگر ما تو جمله داشته باشیم، مثلا اینجا سبک تلویزیون تدافع او هیه تسیر رو، چون مزاره مزاره هستش تو جمله حالی که فعل مزاره مزاره باشه، ما ماضی استمراری نداریم، رد میشه. وقتی شما کانه رو اول یه عبارتی میبینیم، ببین که بعد از اون فعل مزاره اومده یا نیومده. هیچ فعلی نیومده، پس اینم رد میشه. تو گزینه 3 ما هیچ از فاکتورهای مربوط به ماضی استمراری نداریم، بهتر باید گزینه 4 باشه. میگه قبل تو بنتی دخترم را بوسیدم، در حالی که این ماضیه، اینم تو جمله حالیه مضارع است، و وقتی مضارع باشه باید ماضیه
استمراری ترجمه میشه. پاسخ تست ما گزینه 4. خب دوستان عزیز من، ما یه نمونه تست ترکیبی از چند تا آزمونی که مربوط به در واقع آزمونگیری‌های حرفه‌ای این کشور بوده براتون جمع‌آوری کردیم، همه رو پاسخ دادیم و راه حل‌های مربوط به پاسخ دادن به تست‌های تک عبارتی، چهار عبارتی، فارسی و عربی، نحوه خوندن درک مطلب، پاسخ دادن به درک مطلب، نحوه پاسخ دادن به سوالات عرب و تحلیل صرفی و در بخش قواعد ضبط حرکات و سوالات مربوط به قواعد و ترکیبی از قواعد و ترجمه درس 1 و 2 عربی 12 رو براتون کامل توضیح دادیم. امیدواریم که بر اساس همین نکاتی که من به شما گفتم و نگاه درستی که در واقع بر اساس این حل تستا بهتون دادم، با همین دیدگاه این 3-4 روزه رو مطالعه بکنیم و یکی از مهمترین آزمون‌هایی که در طول در واقع این 3-4 ماهی که در واقع از سال تحصیلی گذشته و در واقع میان سال هستیم رو یه نتیجه درخشان بگیریم تا بتونیم قدم‌های بعدیتون رو محکم‌تر برداریم. یادمون نره که هر جا اشتباه کردیم دلیل بر این نیستش که ما شکست خوردیم. باید ببینیم که چرا اشتباه کردیم و اون رو درست بکنیم و بر اساس یک متد و یک روش درست همه اونها رو چیکار کنیم؟ جبران کنیم که راه جبران داریم. انشالله که موفق باشین. خدا نگهدارتون.